چرا دوباره از خوش رفت؟ این دفعه سومی چی اینطور میشه؟ اصلا میدونیم او را موندن اینجا هیچ فایده ای نداره. بهتره تا پرستار نایمده بریم. آخه میخواستم ازش بپرسم کدومشون اونو به این روز انداختن. باید باهاش صحبت کنیم. آره راست میگی، اما فکر نمیکنم با این حالی که داره بتونیم باهاش صحبت بکنیم. بی بریم با. حسن گوش بده ببین چی میگم. کدومشون تو رو اینطور کردن؟ حرف بزن. پرستاره اومد. شما که هنوز اینجایید اگه دکتر بفهمه دعواتون میکنه. الان نمیریم. خیلی خوب، پس خواهش میکنم تا دکتر نیومده زودتر بریم. حیف که خوشگل نیستی. بله دو سه روز میمدم اینجا ناخوش میشدم. بیا بریم، بچه ها منتظرن. امان از دست این جوونا که هیچی سرشون نمیشه. بریم. ساعت 11 است. پس چرا نیومد؟ خب، هیچ کدومشون نیومدن بیرون؟ نه، هنوز که بیرون نیومدن. الان هم یکی دیگرشون رفت اون تو. داستی از حسن چه خبر؟ بیچاره حسن حالش هیچ خوب نیست. دلم واسهش میسوزه. حرف که ما نبودیم. اگه ما رو اینجا ببینن بیرون نمیان. بریم بچه ها. خوب سرش رسیدیم ها.
ولی به عقیده من مردونگی نکردی از خراب. بچه ای. پسرا فقط زورتون به یه نفر میرسه؟ راستی که خیلی مردین. خب بعد آخه بگو چرا این کارو کردی؟ مجون به شما چی کار کرده بود؟ چرا این بلا رو سرش آوردین؟ ها؟ خب چی میخوای بگی؟ مقصود در این حرفا چیه؟ حالا که تنها نیستی. پاسبان های که از اونها رو گرفتن الان که ما رو لو بدن همه تفصیل ها به گردن ما بیفته. کدومشون رو گرفتن؟ به نظرم همون پسر بیمعرفت رضا رو گرفتن. پس بهتر دست جنگ بریم کلانتری خودونو معرفی کنی. راستی که تو خیلی ترسو هستی. اگه خیلی میترسی میتونی خودت تنها بری. من از هیچ کس نمیترسم. خب بسه، فعلا بیاییم بریم تا ببینیم بعدن چی کار باید بکنیم. یالا زود سباشی. خیلی خوب باشه، بریم. نفس بکشنم شدیدتر. ها خب چیه؟ دکتر چرا حرف نمیزنی؟ مگه نتیجه خیلی مایوس کننده است؟ نتیجه هرچی که میخواد باشه، چند ماه دیرتر یا زودتر برای من فرقی نمیکنه. مرگ برای همه وجود داره. اینطور نیست دکتر؟ بیا دکتر که در این دنیا چیزی از این بهتر وجود نداره. بخور. بیا. متشکرم. سلامتی. چی شده؟ دیگه با ما مشروب نمیخوری دکتر؟ ببین جانم، تو باید بهتر از اینا منو شناخته باشی. مگه این اولین دفعه ایه که ما میخواییم با هم مشروب بخوریم؟ ما یک عمریه که هم دیگر رو میشناسیم. در این مدت چند دفعه ما با هم مشروب خورده باشیم خوبه. اون وقتا خیلی جوان بودیم، میتونستیم این کارا رو بکنیم. اما حالا هر قطره‌ای از این مشروب از زهرم برای ما بدتره. آخه من دکتر تو هستم. خیلی خب، قبول کردم. تا حالا خیال میکردم که با هم رفیقیم، حالا فهمیدم که فقط دکتر منی. اما دیگه از من گذشته. اینطور نیست دکتر؟ نه، اشتباه میکنی. هنوزم دیر نشده. تو میتونی سلامتی تو دوباره به دست بیاری، به شرطی که از اینها صرف نظر بکنی. خب من مرخص میشم دیگه، ولی باز هم بهت تاکید میکنم که فکر سلامتیت باشی، چون همونطور که گفتم هنوز اونقدرها هم دیر نشده. گفتی دیر نشده؟ ولی خیلی چیزا هست که خیلی دیر شده. برفرض از این کارم صرف نظر کنم، زندگی برای من چه ارزشی داره؟ آخه دیگه به چه میگی من میتونم زنده باشم؟
اگر فکر خودت نیستی فکر پسرت باش، او به تو احتیاج داره. کیه مراد تویی؟ یه تو سلام. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ احوال شما چطوره مراد خان؟ پیش ما نمیاد؟ خب من دیگه مرخص میشم چون کار دارم. بفرمایید. به سلامت. یادت نره حتما پیش من بیاد. همین روزا یه سری بهتون میدم. خداحافظ. خیلی خیلی خوش آمدی. کارم داشتین؟ چه عجب بابا جون، کجا بودی؟ تو کوچه ها، تو خیابونا. میخواستی کجا باشم؟ باز شروع کردی به مزخرف گفتن؟ شنیدم که دیروز باز دعوا مرافعه رو انداختی. حالا عصبانیش رو بابا صبر کن، علتشو بگه. عجیبه. عجیبه. مگه علتی هم برای دعوا وجود داره؟ پسر مگه خدا به تو عقل نداده؟ مثل اینکه نمیخوای آدم بشی. پدر شما اصلا به من مهلت نمیدین که حرفمو بزنم. بذارین قضیه رو براتون بگم، اون وقت هر کاری که دلتون خواست بکنید. شما نباید هر چیزی که دیگران میگن باور بکنید. بازم پای دیگران رو وسط میکشی. اگه تو دعوا میکنی مردم چه تقصیری دارن؟ اونا فقط به من اطلاع میدن. یعنی چه؟ کی گفت اونا مقصرن؟ شما نباید هر حرفی که میشنوید قبول بکنید. آخه مگه من تا حالا به شما دروغ گفتم؟ چرا حرفای منو باور نمیکنید پدر؟ بگید من با اونای دیگه چه فرقی دارم؟ میدونی فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو پسرمی، ولی پسری که باعث شرمندگی منه. شرمندگی؟ اگه این حرفا سرت میشد الان وضعیت من خیلی بهتر از اینا بود. خفه شو. دیگه نمیخوام روی نحست ببینم. پسر انقدر سر صدا نکن. مگه مجبور هوری انقدر مشروب بخوریم؟ جام سوا اجازه جون هرچی مرغ دو با طبقه کشمیش فقط بکی دو بود. چرا انقدر سر که جون امروز صبح موقعی که داشته تو خیابون لباساش از تنش در می آورده پاسبان گشت به موقع رسیده آوردتش اینجا. جون شما من خدا اومدم جسمن نهی برد. وای بقیر یه پسر یه خورده آب بریز رو سر این. رفتم آب بیرید. رفتم راستی خیلی عجیبه، مثل اینکه مجبور مشروب بخوره. این سومین مرتبه که آوردنش کلانتری. خب من دیگه میرم. خداحافظ. خداحافظ. Oh,
چی جان سر باشه. نذار زیاد بهت نزدیک بشه. سعی کن مسابقه رو ادامه بدی. روند آخر بود. میفهمید؟ مواظب باش. آره کلا خیلی عالی بود. دلم میخواد این دفعه کارو تموم کنی. باری دیگه چیکار می‌کنی؟ نگاه کن داره حالش جا میاد. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ چرا حرف نمیزنی؟ مگه چی شده؟ مراد بهتره هر چی زودتر از اینجا بری. برای چی؟ چطور شده منو چه؟ هیچی تو بهش بگو. خب بهش بگین دیگه. مراد بهروز بیرون منتظرته. منتظر منه؟ آره. خب بیا تو. الان خودم صداش میکنم. بهروز اگه نمیترسی بیا تو. شما هم اینجا باشین اگه خواستم صداتو میکنم. خیلی خب ما هم اینجا میمونیم. باشه. وایسی. چرا تو اومدی؟ خودش ترسید بیاد؟ خودش بیرون منتظره ته بیبریم. هرکی با من کار داره بیاد اینجا. من با کسی کاری ندارم. ولی اون نمیخواد اینجا بیاد. آره میدونم چرا نمیاد. گوش کن مراد، این حرفی که من میزنم به نفته. اون میخواد تو رو جای اسقر بذاره. بهتره که پیشنهاد چه قبول بکنی. بالاخره نمیخوام جوابش چی بدم. هرچی عشقته. از طرف ما وکیلی. ولی مراد بهت بگم اگر قبول نکنی به ضرر تموم شه. هر غلطی که دلتون میخواد بکنید. بسیار خب پس به هم مربوط نیست. نگاه کن. چیه؟ اگه به روسان خیلی دلش میخواد منه ببینه فردا بیاد بالای آسمون خراش. خیلی خب. باشه. باشه. بری مچا. یالا. مراد نمیخواد بری. این شخص خیلی خطرناکه. ولی حتما باید برم. آخه اگه نرم دیگه نمیتونم تو صورت رفقام نگاه کنم. گوش کن مراد، میخوام یه چیزی بهت بگم، اما ممکنه باور نکنی. تو تنها پسر من هستی. من در این دنیا فقط تو رو دارم.
اگه برای تو یک وقت اتفاقی بیفته فکر نمی‌کنی من چیکار باید بکنم؟ چرا نمیاد بری؟ میری؟ بله باید برم. پس مواظب خودت باش، ناراحت نباش. ببین چرا مراد نایمه؟ بله ممکنه منصرف شده باشه. به عقیده من اگه نیاد خیلی بهتره، کار خطرناکیه. نگاش کن مثل اینکه دو دله. مراد پس چرا اینقدر معطل کردی؟ سیگار ببینم. بریم بچه ها. راستی ببینم مراد، تو هنوز به تصمیم خودت باقی هستی؟ آره اون شنگ بریم. اگه اینطوره باید خیلی مواظب باشی، چون این بوزی که من میشناسم آدم خیلی خطرناکیه. باشه. پلوی ماشین منتظر من باش، من همین الان میام. برو معطل نشو، برو. آخه مقصود از این حرفا چیه؟ گفتم که اون ناخوش شده مجبوری مسابقه رو عقب بندازیم. بله جانم، یه نفر دیگر رو در نظر گرفتم، فهمیدی؟ بسیار خوب، بسیار خوب. چی؟ نه جانم، یه طوری ترتیبشو میدم. آخه مجله مطالعه نمی‌کنی؟ آره آره، امروز نتیجهشو بهت خبر میدم. ها؟ مرسی. مطمئن باش، حتما. چی؟ بهت قول میدم. نه نه، یکی دیگر رو فعلا در نظر گرفتم. مطمئن باش، خداحافظ. نه بلند نشو، بشین بشین. مراد، شنیدی؟ داشتم با مربی نادر صحبت میکردم. کی؟ نادر، همون که به شکست ناپذیر معروفه. آها، فهمیدم. مراد، من تصمیم گرفتم که تو با نادر یک مسابقه بدی. من؟ من با نادر مسابقه بدم؟ آره، تو؟ مگه چیه تو از اون کمتره؟ فرس که هستی، ضربات هم قویه، از اون گذشته روحیت هم خوبه. من مطمئن هستم که تو موفق میشی. همه اینا درست، ولی شما شوخی نمی کنیم. شوخی؟ چه شوخی؟ مگه به خودت اطمینان نداری؟ مگه بی خود لقب شکست ناپذیر به نادر دادم؟ هیچ کس حریف اون نمیشه. من چطور باش طرف بشم؟ این غیر ممکنه. هر طور میلته. اگه فکر میکنی نمیتونی حریفش بشی، من حرفی ندارم. هنوز جواب قطعی بهش ندارم. لابد میترسی. من از هیچکی نمیترسم. خیال میکنی نمیتونم حریفش بشم؟ اگر فکر میکردم تو نمیتونی حریفش بشی، اصلا صحبت نمیکردم. اما فعلا نادر از تو قوی تره. پس در این صورت تنها یک راه وجود داره. بله مرادی، یک راه باقیه. خیلی خوب، باشه، امتحان میکنیم، مسابقه میدیم. باید معلوم شه کی قوی تره. اوه، من که سر از کار این پسره در نمیارم. مثل اینکه خیلی خسته شدی، نه؟ آره بابا، یه ساعت منتظرتم ده. داشتم با مدیر باشگاه صحبت میکردم.
فکر نکردی بچه ها منتظرتن؟ ببینم راجب چی صحبت میکردی ها؟ هیچی، به من میگفت بیا با نادر مسابقه بده. یه بریم. حالا یه کارت به جای رسه که با نادرم مسابقه میدی؟ Sotto braccia camicia e tappiere blu E fa signore nella stanza solo pure tu Tieni la sigaretta, quando cazzo da padà Tieni peggior Settori officer Desai che tu qui arrivi là? Bene, qua خب، چطوری جیگور؟ بیکری بابام برا خود دارد سار درست میکنی اخی؟ چی گفتی؟ بیا اینا دارد سار درست میکنن، حالا نشونشو میدم بیا جلو ببینم پسر چی میگی؟ مواظب باش بیمارفا بیبری منو چه؟ ولن کن بذار اسلامشو برسم بعدا خدمتش میرسیم آخه دیدی چی کار کردیم تو نمیشه آدم جوابش رو نده نگاه کن مراد اومد چطور شده بچه ها؟ یه چه یارو بی معرفت در ما شخصونه میکشی آم خاریاتی کردی ها نا گفتم این کارو نکن جانم برو اون گرمافان رو روشن کن برو کنار های دست بزنی دست تو قطع بکنم ها اگه خیلی دلت میخواد دست قطع کنی بیا دست من رو قطع کن چطور؟ دست تو رو قطع کنم ملم کنید، خجالت بکشید آقا این چه حرکتیه؟ با خاطر خیلی خوشمزه حالت چطوره؟ بیارید کنار ببینم، این چه مسخره بازی عجیبه حالا به دیگر بفرما بیرون شما یه ذره هوا بخور آقا جان خواهش میکنم آقا جون شما بفرمایید بیرون تو کافه من جنگ جنجال دابا مرافع نیست بفرمایید دیگر اینجا نیای سب کنیم بچه ها منم اومدم سب کنیم آهای حسان حسان شما کجا میری آقا جان؟ بارگر به سر کرد بازش در آوردی چرا؟ ما سر بازی در آوردی آدم نمیدنه چه خاکی به سر بریزه شاسی کاپوتو بکش ببینم اینم شاسی کاپوت اون آچار دو رو قدریار آچار دو اینجا نی همون تو داشبارده من که بایداش نکردم خست تو برو هلا خواه راست میگه بابا آچار ماچار اینجا پیدا نمیشه چیزی نبود اونجا مرا ما بریم شاید یه آچار ماچار پیدا کنیم یه بریم که این کافه بینیم آچار چیزی گیر میاریم بریم بینیم بریم بریم
خیلی خوب بود. شما یک کمی تو اتاق، ما شما خوب بود. فرمایشی داشتی؟ ماشینمون خراب شده، شما آچاری نداری به ما بدی؟ ماشینتون کجا؟ همینجا. خیلی دوره؟ نه 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 از که خیلی براو بود. خیلی بری بود، خیلی خوب بود. شما بیاد؟ شما خوب هستیدی؟ ببینم شما آمدین اینجا کار بود. نماد مازل ماشینمون خراب شده. همین نزدیکی ها؟ بله بله همین نزدیکی ها. خیلی خوب شد. میفرمایی؟ نمیدونم اینا چطور شدن. بهتر تو بری پیششون ببینی چی کار میکنن. برو. خیلی خوب. نگاه کن زود برگردی ها فهمیدی؟ خیلی خوب. آره ممکنه قایش کنم چند دقیقه اون گیتارتون بدی من بزنم؟ مرسی. آزه؟ چی میگم بیا بالا، همه اینجا جمع هم. خیلی به همون خوش میگذره. تو هم دلت خوش ها. اگه شما نمیان من برم. اصلا میدونی من هیچ حوصله ندارم. به بچه ها بگو من رفتم. خداحافظ. بابا اینم گذاشت رفت، حالا باید پیاده راه رو جز کنید. اینا رو هم میگن رفیق. صبر کنی این نشد، از دو شروع کنی. دلم میخواد یه خود فرد باشی. باریکلا. آها خوبه؟ خیلی خوبه. چپ، راست، چپ، راست. آها خوبه، خوبه. خیلی خوب، بس دیگه. خیلی خوب بود. حالا یه دورم دور میدون بدو. چی بابا خسته شدم دیگه، ولم کنه. حسابی اینکه تو برای مسابقه باید خودتو آماده بکنی. نمیتونم بابا، خسته شدم. مگه زوره ده؟ به این زودی خسته شد. واه واه. چه عجب. حالا چطور آقا به سر این طرف ها چی کار میکنی؟ هیچی. بلم براتون تنگ شده بود، گفتم بیام اینجا ببینم اینجا. راستی؟ مگه من حق ندارم بیام اینجا؟ اوه نه نه نه، صبر کن، جلو نده، یواشتر. چطور؟ خب مبارک باشه، شنیدم میخوای با شکست ناپذیر مسابقه بدی. ببینم، من غیر از تو کسی رو گیه نهی واردن، نه؟ درست فهمیدی. میدونی چرا این کار قبول کردم؟
برای اینکه دلم خواست. با اجازه. تو رو به خدا ندا کن. این میخواد با شکست ناپذیر مسابقه بده. اونجا رو بچه ها دارم میان. الان که حساب یارو رو برسن. از اون طرف ببینم چه کار میکنین ها. تو کجا میری بیبری؟ پدرم میدونه من امروز میرم؟ آره من بهش گفته بودم. نمیدونم چرا تا حالا نیومده. ممکنه عصبانی شده باشه. اما هر طور هست میاد. وقتی اومد این نامه رو بهش بدی. خیلی. رضا جون تاکسی منتظره. خب من دیگه میرم. چیزی به حرکت قطار نمونده. شما هم نمیخواد به ایستگاه بیایید. راستی نامه واسه من زود زود بفرست. بسیار خوب. رضا تو صحباتی یادت نره ها، برای من چیزایی رضا، رضا جون وایسا از در نرو بیرون، باید از این قرآن ردت کنم. وایسا مطمئن باش خواهر جون، زود برمیگردم. بیا خدایا به امید تو. برو خدا به همراه. سفر به خیر. خدا بسخواه. خب دیگه بهت سفارش نمی کنم. فکر میکنم بابات اومده باشه ایستگاه. اگه ندیدش حرفی نداره بهش بزنم. نه برو آقا. رضا جون زود برگرد. خدا حافظ. Thank you.
رضا. خداحافظ. خداحافظ. برادر آقایون، این میزبان منه. چه فرقی میکنه شما اون میز بشه؟ آخه من قبلا اینجا رو رزم. خیلی خوب، من داشت میبودم. منه نداره بری. تمام شد این مردی که هنوز هم نیاورد بخوره پر. آره، پپسی قبل از شام اشتها میاد. زود بزن ضربه هاتو ببین
جناب. خوبه. حمله کسری حمله کمای جناب. زود. دقت کن. درباب. مرسی بد نیستم. مسابقه کی شروع میشه؟ پس ساعت شب. خوب تمرین میکنی؟ یه کمی. حتما برنده میشی. مرسی. امشب تو کاری نداری؟ چی کار داری؟ بیا بریم کافه. باشه میام. پس منتظرت هستم. Yo soy un barranquillero, yo no soy de por ahí, yo soy un barranquillero, la gente está conmigo, de yo no me meto, la gente está conmigo, de yo no. اکنون یک آهنگ ترکی توسط مادمازل روزا. Ben katibi ararım.
یعنی تو فکر میکنی که من برنده بشم؟ اگر تمرین بکنی ممکنه. تمرین تو خیلی خیلی قویه. خیال نبراحت بشه. پس شمچ تو شد جن من. زودتر. خواهش میکنم بیتون دیگه. حسای میارم. پیاز یادت نره. بسیار. پیاز خیلی ویتامین داره. به سلامتی. همیشه بخور. به سلامتی. نگاه کن اگر داری موسیقی. هر معروف بشه. رقیب او از گوشه گوش بده ببین چی بگم زیاد نمیخواد خود خسته بکنی ها استحامتش خیلی زیاده میفهمی چی بگم صورت جلسه ای که خواسته بودی بسیار خوب راستی بگید ببینم همشون اقرار کردن بله جناب رئیس هر دو نفر اقرار کردن خب باشه تا بعدن رسیدگی بشه ببینم به منزل این پسر رضا تلفن کردی؟ بله جناب رئیس تلفن کردیم ولی پدرش نبود من فکر نمی کنم او مقصر باشه جناب رئیس البته صحیحه منم نگفتم او مقصره ولی بهتره با پدرش صحبت کنیم تا قضیه روشن بشه در هر صورت این به نفع خودشه همینطوره بفرستش تو بشین پسر برو تو اتاق رئیس کارت داره خب چطوری پسر؟ حالت بهتر شد؟ اونا 5 نفر بودن خب من قصد دعوا نداشتم ولی 2 نفر اونا ریختن سر من من دیگه چیز نفهمیدم عجیبه یه وقت دیدم همه دارن فرار میکنن منم خواستم فرار کنم که پاسبانا منو گرفتن بعدم آوردنم اینجا جناب سرگرد بسیار خوب پس در این صورت تو هیچ تقصیر نداری ولی باید سعی کنی در آتیه در این تو جریانات وارد نشی چون به صلاحت نیست بفرمه سلام عرض میکنم جناب سرگرد استدام کنم بفرمه وقتی تلفن کردم من منزل نبودم صحیح. الان که موضوع رو گفتم فوری خودم اینجا رسوندم بابا جون حالت چطوره؟ ناراحت که نیستی؟ نه پدر، ناراحت نیستم لطفاً هر چی شده به من بگی بسیار خوب من میخوام همه چیز رو بدونم شما نمیتونید باور بکنید وقتی که من و مادرش از این قضیه مطلع شدیم چقدر ناراحت شدیم ولی خوب دیگه چیز مهمی نیست فقط میخواستم راجع به پسرتون صحبت کنم ولی حالا دیگه فکر نمی کنم که لازم باشه ببخشید این واقعه به کلی حواس منو پرت کرده سیگار نه مرسی متشکرم من سیگار نمی کشم خوبه منم اطمینان داشتم که در این جریان پسرم رضا اصلا تقصیر نداره جناب سرگرد به هر حال این واقعه من و مادرش کمی ناراحت کرده بله همینطور که گفتم پسرتون در این موضوع تقصیری نداشته و حالا هم که با هم صحبت کردیم قضیه کاملا روشن شد شاکم که در بین نیست خب اگه اجازه میفرمایید برای خواهش بکنم مرحمتون زیاد خوش آمدید بفرمایید رضا بیا برید مرحمتون زیاد مرحمت زیاد خدا بفرمایید بیا تو مادرت میخواد ببینتت آمدی رضا جون چه اتفاقی برات افتاده؟ بلم کن چیزی نشده مادر مگه چطور شده؟ موضوع مهمی نیست ولی هیچ انتظار نداشتم رضا داخل این کارها بشه آخه به من بگی چطور شده؟
رضا جون خودت بگو. آخه من هرچی بگم که باور نمیکنم. نه اینطور نیست رضا. حرف تو باور میکنه. من میدونم تو مقصر نیستی. منم نگفتم که تو مقصری. اگر مقصر بودی حتما تو کلانتری نگهت میداشتم. به هر حال از تو انتظار دارم کاری نکنی که باعث بدنامی ما بشی. قدری هم فکر پدرت باش. این چه حرفیه میزنی هوشنگ؟ رضا که کاری نکرده. رضا جون تو برو بشین تا برم برات یک چیز خنکی بیارم. پدر میخواستم با شما یکمی حرف بزنم. بسیار بنش من حاضرم. موضوع اینه که من هرچی فکر میکنم میبینم حق با شماست. این منم که باعث ناراحتی شما میشم. به همین جهت تصمیم گرفتم برای خودم یک کاری پیدا بکنم. خیلی خوبه. من خودم همیشه اینو به تو میگفتم. یعنی تنها آرزوی منه یه روز جای منه بگیری. درسته پدر، ولی چون یه کمی انگلیسی میدونم میخواستم در یکی از شرکت‌ها با شغل مترجمی استخدام بشم. محل کارم تبریزه. تا دو روز دیگه‌ام باید خودم معرفی کنم پدر. بلا من که نمیتونم باور بکنم. آخه چرا نمیاد پیش من کار بکنی؟ اگه میخوای ما رو ترک بکنی یه موضوع دیگه است. نه پدر، موضوع این حرفا نیست. من باید برای خودم یه کار مستقلی داشته باشم. نمیخوام سربار شما باشم. نه جان من، این طرفی میزنی. سلام بابا جون، فردا تعطیل شهلا میخواد با مامانش بره اوشون، میذاری منم برم؟ خیلی خوب پروین، بعدا صحبت میکنیم. رضا، بله. تو هم باید فکر تبریز رفتن از سرت بدر بکنی و الا پسر من نیستی. چشم، حالا با اجازه شما چون خسته هستم میرم استراحت کنم. خیلی خوب برو. خب، تو چی میگی؟ هیچی بابا جون، میخواستم فردا با شهلا اینا برم اوشون. رضا کو؟ رفت بالا تو اتاقش استراحت بکنه. پس چرا من ندیدمش؟ بابا جون حتما از خونه رفت. باریکالله باریکالله مستقیم بزن. آه خوبه، با چپت کار کن. اگه چپت رو قوی کنی دیگه هیچ کس حریفت نمیشه. ها برفرض که چپم قوی بشه چه فایده ای داره؟ آقا من که نمیخوام برم تو مسابقه شرکت کنم. میخواستم درباره همین موضوع باهات صحبت کنم. حالا باشه، بعدا کار دارم. آدم یه خورده تندتر سریعتر، ها؟ خوبه؟ باریکلا باریکلا، ها؟ خوبه؟ آها گارد بسته باشه، آها بیا بالا دست بالا بگیر. خوبه، چپ، ها؟ صبر کنی ببینم، صبر کنی ببینم. تو چرا حمله نمی کنی؟ نیم ساعت تمرین میکنم، خسته شدم. خب اگه اینطوره برو لباساتو ببوش، فردا بیا تمرین کن. برو جانم، برو. خیلی بیا، اینم دستکشا. مربی تو رینگ تمرین کن. خب شروع کنید بچه ها. با من کار داشتی؟ نه. آها راستی شما رو پای تلفن میخواستم. آها راجب طبقه است حتما. مراد فوری لباسات بوش بی، دفتر کارت دارم. خب دیگه من برم لباسام رو بوشم. از بچه ها چه خبر؟ چه دوش و تنهایی اومدی اینجا؟ بچه ها رفتن پیش اوشنگ، منم فرستادن عقب تو. بیبریم دیگه، دیر میشه. خیلی خب برم لباسام رو بوشم، همین الان میام. اما راستی اول باید برم دفتر.
ماشینه بزا اون پاش خودت بیا. بابا شما هم اینجایی؟ آره. رفیقمون اون بالا؟ آره اون بالا هست. شما اینجا باشی من برمیگردم. آره. مراد چرا پایین نمیای؟ چرا اون بالا نشستی؟ سب کن، کجا داری میری؟ مراد وایز عرفامونو بزنیم مراد. حقل من میگشتی؟ گوش کن ببین چی میخوام بهت بگم. ما دیگه حرفی نداریم با هم بزنیم. اگه اینطوره پس بیا بگی. ای
تو شهادت میدی. آره.